مبارزه کانگ جی وون در برابر مهدی برقی. کانگ جی وون از کشور کره جنوبی، همین چهره که داره شادو میکنه، ورودش به همین صورته. ببینید چقدر با انگیزه و خوب میخواد وارد این مبارزه بشه در سازمان وان چمپیونشیپ در سنگاپور، که یکی از بهترین سازمان های رشته رزمی هست. نمیتونیم بگیم MMA چون رشته دیگر رو هم برگزار میکنه و یکی از اونها MMA هست که الان میخوایم مشاهده بکنیم. نه سبکی بود، اوتای داره، کیک بوکسینگ داره، همه چی داره. اینم کانگ جی وون که چهرش آشناست برای مخصوصا ایرانی ها. اینجا بدون باخت را آماده میشه وارد نفس بشه برای مبارزه با مهدی برقی، که مهدی هم کشتیگیر هم ممیکار خوبیه. ببینیم چه اتفاقی در این مبارزه میفته. قبل از اون دوستان لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که ما هر فایتی هر برنامه گذاشتیم بتونید زودتر اون رو مشاهده بکنید. کانگ جی وون داره آماده میشه برای اینکه وارد قفس بشه. اینجا کاتمنا چکش میکنن، داورا هم چکش میکنن که به حالت روال هست این که همه استاندارت ها رعایت شده باشه. اینجا عرض کردم که کاتمنا ها میبینین چرپ میکنن که ضرباتی که به حریف میخوره زود کات ایجاد نشه که بخواد یه وقت توسط پزشک مبارزه زودتر تموم بشه. پشتش هم نوشته بود کاتمن. ما یه سری توضیحات خیلی ساده هم برای دوستانی میدیم که تازه ملحق شدن به پیجمون. اینکه خب میدونیم خیلی از دوستان اطلاعات خیلی خیلی زیادتری نسبت به بنده هم دارن. داریم آماده میشیم که این مبارزه رو برای تو گزارش بکنیم. مهدی برقی از کشور ایران، اون هم به همون صورت اونجا داره شادو میزن و خودش اسپارینگ میکنه و آماده میشه که اون هم وارد قفس بشه از مسیری که اون تایی میشه و قفس داره میگذره. اونم خیلی با انگیزه است، اومده که این مبارزه رو انشاءالله پیروز بشه. ببینیم چه اتفاقی در ادامه میفته. مهدی برقی نماینده کشورمون، هم کشتی خوبی داره، بوکسش هم خوبه. امروز مبارزه سختی داره با کانگ جی وون در رشته MMA یا میکس مارشال آرتس، که ابریویشن میکس مارشال آرتس هست. MMA به معنی ترکیب هنرهای رزمی. اینو باز برای دوستانی میگم که زیاد حالا وارد نیستن و تازه ملحق شدن به ما، چون خیلی سوال میپرسن. دوستان این نیست که شما وقتی میگین ترکیب همه هنرهای رزمی یعنی هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. هنرهای رزمی شما نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی انگشت رو چش بکنی، قسمت های حساس نمیتونی ضربه بزنی. خیلی از سازمان ها میگن مثلا آرنج 12 به 6 نباید بزنی، ساکر کیک نمیتونی بزنی، بسته به قوانینش متفاوته. UFC یه سازمانیه که برگزار کننده یه ورزش MMA، همین ترکیب هنرهای رزمی، که اون میشه Ultimate Fight Championship. فرق میکنه، اونم یه اسمی گذاشتن براشو، میتونسته هر اسم دیگه ای داشته باشه. یعنی یه جورایی یه برندی از MMA هست و یه سازمانی که خب در هر صورت اون زیرشاخه ای از MMA حساب میشه، که یه سازمانه. برای اون سازمان انقدر برندینگ و مارکتینگ خوب کرده که اسمش مطرح تر از خود ورزش MMA هست. این هم یه سازمان دیگه یه به نام One Championship. ببینید نوشت میکس مارشال آرت، 34 سالشه مهدی در مقابل کانگ جی وون، 25 ساله. قد مهدی 183، قد کانگ جی وون 184. عرض کردم کشتی کار میکنه،
مهدی برقی، یعنی رشته اصلیش میتونیم بگیم کشتی بوده، و کانگ جی وون فری استایل، آزاد، همونجوری چی گفت ام ام ای خودمون. سن پایین تری هم داره، خب 25 سالشه و با انگیزه بسیار بالا اومده که این مبارزه رو با پیروزی پشت سر بذاره. مهدی برقی هم به همین صورت. هر دوتا فایتر رو میشناسید و اینکه میدونید که به هر حال آنجیون گربه سیاه یکی از فایترهای ما هم بوده. اگر همین الان متوجه شدین لطفا تو کامنت ها بنویسید. آماده میشیم برای اینکه مبارزه رو براتون گزارش بکنیم. دارن مهدی برقی رو معرفی میکنن. مهدی برقی هم اومده که این مبارزه رو پیروز بشه، چون که توی سازمان خیلی خوبیه، داورم آقای یوجی دوتا فایتر رو فرا میخونه به وسط اکتگان. عرض کردم قوانین خاص این سازمان رو داره، میگه که متفاوت با سازمان های دیگه است، کاری که میتونی بکنی، کاری که نمیکنی. و آماده میشیم برای این که این مبارزه حساس رو در راند اول براتون گزارش کنیم. راند اول از همین لحظه آغاز میشه. دستش هم میاره جلو و تاچ گلافز میکنن نشانه احترام. مبارزه آغاز میشه در سنگاپور، سازمان وان چمپیونشیپ. مهدی برقی یک کم رو به جلوتر داره کار میکنه و رقص پای کانگ جی وون رو میبینی که سر جاش وای نمیسته و هی تکون میخوره که زیرگیری نتونه درست بکنه. مهدی برقی میبینین از بغلهای داره فرار میکنه که راه مستقیمی نذاره. یه اوورهند خوبه مهدی برقی میزنه، همونو برای زیرگیری اقدام میکنه. باریکلا سینگل لگ تیک داون میکنه. باریکلا یاره به راحتی کانگ جی وون رو در خاک در هفت گارد داره کنترل میکنه، جاشو محکم کنه، بعد شروع کنه به ضربه زدن. دستش رو گردنه کانگ جی وون گذاشته، محکم داره فشار میده در هفت گارد محکم. بله گردنه گرفته، یه فشاری هم با آرنج میره، داره سعی میکنه که بیاد در مانف پوزیشن. این اجازه رو بهش کانگ جی وون تا الان نداده، یه جورایی دیگه الان داره میاد توی فول گارد. ضربه های خوبی رو داره میزنه به سر و صورت کانگ جی وون. باز میاد در هفت گارد با آرنج، ضربه خوبی رو به صورت کانگ جی وون میزنه. بازم ضربه های پیاپی زیادی رو به سر و صورت کانگ جی وون داره میزنه. مهدی برقی صدش رو گذاشته، داره ضربه های خوبی رو میزنه به کانگ جی وون. چقدر قشنگ کنترلش کرده، ببینید چقدر زیبا دست رو میذاره رو صورت آرنج میماره و میاره توی مانف پوزیشن در تاپ مان. داره ضربات خوبی رو به سر و صورت کانگ جی وون میزنه، با دست چپ با دست راست، و در یک چرخش در یک غافلگیری بلند میشه کانگ جی وون و شروع میکنه ضربه زدن به مهدی برقی. مهدی برقی دوباره برای زیرگیری اقدام میکنه، دستشو خونده اینجا کانگ جی وون، اجازه نمیده که زیرگیری بکنه. مهدی برقی هرچی توان داشت مثل اینکه گذاشت یه نمه خسته داره نشون میده، یه نمه خسته داره نشون میده، یه پوشکیک، یه پوشکیک دیگه از کانگ جی وون. برای زیرگیری دوباره اقدام میکنه که عرض کردم دستشو خونده. هوک چپ و هوک راست به هم میزنن و مهدی برقی میچسبونتش فنس. اگر بتونه اینجا دوباره اونجا فونو لنگو بتونه اجرا بکنه یا فن کشتی رو میتونه دوباره بیارتش در خاک. خیلی خوب کار کرد اونجا، مسلط. اینجا ببینیم در گوشه اکتگان چه میکنه. چند تا ضربه به صورت مهدی زد. مهدی سینگل لگ تیک داون میخواد بکنه، بلند کنه، بله یه خمشو میگیره بیارتش در خاک، ولی موفق نشده کامل بیارتش در خاک. بله باز دوباره موفق میشه، باریکلا به مهدی برقی که دوباره تونست بیاد در خاک و این موقعیت رو دوباره کسب کرد که بتونه همون کاری رو که در قبل کرد و ادامه بده. در هفت گارد اینجا میاد در ساید کنترل آفلین به مهدی برقی، میخواد کروسیفیکس رو جمع جور کنه، دست ظریف رو گرفته باریکلا در یه غافلگیری اومد توی تاپ مانت دوباره
آفرین، خوب کار کرده. اینجا ضربه های خوبی رو خواهد بزنه به کانگ جیمون که با دست کنترل داره میکنه کانگ جیمون، ولی دستش رو شروع کردن کانگ جیمون محکم داره فشار میده، یه چرخش میکنه، وای 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 که با یه ترانزیشن کل سیستم عوض شد و کانگ جیمون اومد در هفت گارد و داره آرنجای محکمی رو به سر صورت مهدی برقی میزنه. مهدی داره دفاع میکنه ولی چند تاش داره میخوره، نگاه کنید ضربات اونجا خورد، محکم گرفتتش. اگه بتونه یه پول بزنه، یه ترانزیشن بزنه و دوباره بیاره موقعیت خودشو در تاپ باند که عالی میشه. برق برگشت و اینجا کانگ اومد در ماف پوزیشن، هنوز در تاپ باند نیومده، دستشو قلاب کرده، بله میاد بالا که ضربه رو بزنه، اونجا اومد در تاپ باند و داره ضرباته بعدی رو به سر صورت مهدی برقی میزنه، همون کاری که مهدی کات باشه داره باش میکنه. مهدی میچرخه، اومد تو بک پوزیشن، اگه اینجا بیاد بالا که تو تاپ مانت بک بیاد بالا که دیگه خیلی خطرناکه اینجا. اگه آخ 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 این پوزیشن دیگه خطرناک ترین پوزیشن ام ام ای، اینجا خیلی سخته شما بخوای بچرخی دوباره میای تو تاپ مانت و ضربه های محکمی که میزنه به سر و صورت رو تموم میکنه کارو. خونی که از مهدی برقی داره میاد، چه ضربه هایی رو زد، واقعا میتونست این بازی رو ببره، این مبارزه رو میتونست ببره. یک غافلگیری ترانزیشن کرد، سویچ کرد، اومد روی مهدی و هرچی نیرو داشت سر و صورت مهدی خالی کرد و پیروز مبارزه شد در بک تاپ ماند که یکی از پوزیشن های وحشتناک بک تاپ ماند. وقتی میگه پشت حریف پارم قلاب میکنی به عقب، ببینیم چه اتفاقی افتاد. صحنه های سر داره میریم، اینجای اوورهند و اول مبارزه زد، عالی هم زد، پارو گرفت، یخم رو گرفت آورد و در خاک خوب کنترلش کرد. مهدی من گفتیم تمومه دیگه، گفتیم تمومه مبارزه، همینه که ثانیه ها توش مهمه. کاملا دامنیت بود، کاملا مسلط بود، اینجا دیدی که خوب داشت کار میکرد و اینجا ورق برگشت. ببینید چهار جای وحشتناکی رو به سر و صورت مهدی برقی زد که سر و صورت رو پاره میکنه و اینجا میاد در بک تاپ مانت ضربه هایی که میزنه و داور کاری نمیتونه بکنه جز این که مبارزه رو تموم بکنه و اینجا هم دستش به عنوان پیروز بالا خواهد رفت. بله، کانگ جی وون دستش به عنوان پیروز بالا میره و مهدی برقی برای احترامم میذاره به مهدی برقی. تا کجا سجده کرد و این اخلاق مدار بودنش رو هم نشون میده و پیروز این مبارزه میشه کانگ جی وون. صحنه های آیستر رو باز با هم مشاهده کنید. اینجا ضربه رو زد، چقدر خوب کار کرد در اول مبارزه و در ادامه این چرخشی بود که کانگ جی وون کرد و اومد توی تاپ ماند و ضربات پیاپی که به سر و صورت مهدی برقی زد که چرخشی که کرد اینجا مهدی آوردش در بک تاپ ماند و خطرناک شد. اینجا اصلا وضع به هم ریخت و ضربات پیاپی رو تونست بزنه به مهدی برقی و کار رو تموم کنه. دوستان، این هم مبارزه مهدی برقی بود با کانگ جی وون که براتون گذاشتیم. بعد از این با امیر علی اکبری مبارزه کرد که اون مبارزه رو هم در کانالمون گذاشتیم و میتونید اون رو هم مشاهده کنید. از پلیلیست ها غافل نشید که یه دنیایی داخلش هست و اینکه اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، اونا رو هم ببینید. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره، دکمه زنگوله رو هم بزنید. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.